بحران مالی در یونان و نگرانی از آینده مردم این کشور را واداشته تا برای تضمین امنیت سرمایه‌های خود به شیوه‌های جدیدی روی آورند. انتشار برخی از شایعات موجب شده تا یونانی‌ها با خرید لوازم خانگی بتوانند به گونه‌ای سرمایه‌های خود را به خانه‌هایشان منتقل کنند. در دو روز اول تعطیلی بانک‌ها مشتری نداشتیم، اما پس از شایعه کسری نقدینگی و به خطر افتادن پسنداز مشتریان بانک‌ها، مردم شروع به خرید وسایل الکتریکی کردند. با اینکه این خریدها با پول نقد انجام نمی‌شود، سود ما دو برابر شده. کالاهای سرمایه‌ای به عنوان گزینه‌ای است که نظر یونانی‌های نگران از آینده را در این روزها به خود جلب کرده. اما بازار مواد غذایی همچنان بی‌رونق است. بشنویم نظر یکی از کسبه این بازار را. واقعا نمی‌دانیم چه بر سرمان خواهد آمد. مردم سرخورده و ناامید هستند. آنها سعی می‌کنند بفهمند اوضاع از چه قرار است و این واقعیت را بپذیرند که دیگری خرج و دخلشان را کنترل کند. و شهروند دیگری افسود: با شیوه‌های کنترلی سرمایه چیزی تغییر نمی‌کند، برای اینکه به زندگی با بودجه کم عادت داریم. در حال حاضر زندگی برای آنهایی دشوار است که در صف آبربانک ها می‌ایستند. مایه تأسف است که مردم زیادی از این وضع رنج می‌برند. همانطور که این تصاویر نشان می‌دهد، بازار پوشاک و اجناس لوکس هم از رونق افتاده و خالی از مشتری است. خبرنگار یورونیوز در آتن گزارش می‌دهد. یونانی‌ها نگران کسری نقدینگی در بانک‌هایند و به همین دلیل از کارت‌های اعتباری خود برای خرید ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون استفاده می‌کنند. در حالی که کسب و کار برخی از کسب کساد است، برخی دیگر بازار پر رونقی دارند.